سلام و درود به شما موزیکلندی های عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با یک برنامه فوق‌العاده جذاب و دیدنی، یه تاپ 20 دیگه یا همون 20 آهنگ برتر، این بار از کارنامه سیاوش قمیشی به انتخاب و رأی شما. توی این نظرسنجی چیزی نزدیک به 150 هزار رأی مثبت و منفی داشتیم که نتیجهش رو امشب با همدیگه میبینیم. قبل از شروع برنامه، اگر تا الان رسانه موزیکلند سابسکرایب نکردید، دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله کنارش رو هم فعال کن، یه کامنت فینگلیش هم بذار واسمون که ثابت نپره. بریم سراغ یکی از جذابترین برنامه های تاپ 20. موزیکلند، رسانه اختصاصی موسیقی ایران. مرد بارانی یکی از خلاقترین آهنگسازای ایرانی، یکی از بهترین خواننده ها، یکی از موفق‌ترین چهره‌های موسیقی ایران. هر کاری رو خونده، خودش ساخته و فکر می‌کنم تنها خواننده‌ای هم باشه که از هیچ کس دیگه ای ملودی اجرا نکرده. حداقل من یادم نمیاد سیاوش قمیشی از کسی ملودی اجرا کرده باشه. البته چرا، توی آلبوم بی سرزمین تر از باد اشتباه کردم، دریای مغرب هم ترانه هم ملودیش از بهمن کاظمیانه. به نظرتون کدوم کارا جز 20 آهنگ برتر شدن؟ بریم با هم دیگه ببینیم. از شماره 20 شروع کنیم. سال 1383 یکی از موفق‌ترین آلبوم‌های هنری و تجاری سیاوش قمیشی، بی سرزمین تر از باد، آلبومی که 7 آهنگ داشت، ترانه 5 تا از کارها رو یغما گلرویی نوشته بود، آهنگسازی همه کارها با سیاوش قمیشی و تنظیم همه کارها هم از اروین خاچیکیان بود. با این آلبوم توی این لیست زیاد کار داریم. سریع بگم که ترانه یغما گلرویی، ملودی سیاوش قمیشی و تنظیم اروین خاچیکیان با 77% رأی موافق شما توی جایگاه 20 لیست بهترین های قمیشی. میرسیم به عسل بانو. عسل بانو هنوزم پیش مایی، اگرچه دست تو تو دست من می. سال 89 آلبوم یادگاری اولین آلبوم سیاوش بود که بیشتر از 2 تنظیم کننده داشت. 10 آهنگ داشت آلبوم، 5 تنظیم کننده. سیاوش قمیشی معمولا توی یک آلبوم از یک نهایتا مثلا سنگ میترکید از 2 تنظیم کننده استفاده میکرد. ترانه هاش هم البته همین بود، یعنی 9 ترانه داشت توی این آلبوم و 9 ترانه سرا. حالا شاید بگید چرا 10 آهنگ 9 ترانه؟ به خاطر اینکه توی این آلبوم ترانه بیتو 2 ورژن داشت. اما توی آلبوم یادگاری، کاری که با 78% رأی شما 19 شد، ترانه بود به اسم یادگاری. چند تا عکس یادگاری با یه بغض و چند تا نامه. بریم سراغ یکی از محبوب ترین تک آهنگای هوادارای سیاوش قمیشی، اولین و تنها همکاری مشترک معصومه رضایی زاده به عنوان ترانه سرا با سیاوش قمیشی. ترانه عاشقانه که پر از تصویرسازی های خوب و درسته، تنظیم الیاس شیرزاد و استفاده از ساز سنتور به عنوان ساز اصلی، که فکر می‌کنم اولین کاری هم بود که سیاوش قمیشی اجرا کرده و توش از ساز سنتور استفاده شده. در کنار ملودی بسیار زیبای خود سیاوش قمیشی، باعث شد که شما با 78% رأی موافق این کار رو در جایگاه 18 قرار بدید. ترانه‌ای به اسم عاشق. تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی. دوباره بریم آلبوم بی سرزمین تر از باد. سال 83 یک کلام لطیف ولی اجتماعی از یغما گلرویی در کنار ملودی زیبای سیاوش قمیشی و تنظیم اروین خاچیکیان. کلن ترکیب این 3 توی 2 آلبوم سال 81 و 83، آلبوم های نقاب و بی سرزمین تر از باد، قوقا کرد. یعنی ترکیب یغما گلرویی به عنوان ترانه سرا، اروین خاچیکیان به عنوان تنظیم کننده و سیاوش قمیشی به عنوان آهنگساز و خواننده، یه ترکیب جادویی برنده بود. تقریبا هر چی ساختن بی‌نظیر بود. اما در جایگاه 17 با 78% رأی شما میرسیم به ترانه لعنت. من برای تو میخونم هنوز از این ور دیوار. هر جای خورشید از ما گرفتن، شکر شب ستاره پیداست، از نگاه ما جرقه صد تا فانوسه، یه رؤیاست، هم قصه بخون با من تو این قفس بیمرز. لعنت به چراغ سرخ، لعنت به چراغ سبز.
وقتی به این ترانه نگاه میکنیم کاملا مشخص منظور از قفس بیمرز چیه، چراغ سرخ و چراغ سبز نماد چیه توی این ترانه. به استادانه ترین شکل ممکن این واژه ها رو در کنار هم دیگه چیده یغماگولوی. حدود 20 سال از این کار گذشته، ولی میشه پیشبینی کرد که 30 سال آینده توی نسلهای بعدی بفهمن که یغماگولوی 50 سال قبل چه حرفایی رو زده و چطوری توی قالب ترانه شرایط روز ایرانو توصیف کرده. بریم اواخر دهه 40 و یا اوایل دهه 50. یکی از کارهایی که سیاوش قمشی روی ترانه پدرام ساخت، تنظیم کرد و خوند. حالا این که میگم پدرام، پسرخالم نیست، اطلاعات دیگه ای ازش نداریم. ترانه ای که توی آلبوم فرنگیس هم منتشر شد با تنظیم خود سیاوش قمیشی، سال 75 توی آلبوم هوای خونه با تنظیم استیو مکرام منتشر شد و توی آلبوم غروب تا طلوع سال 86 با تنظیم رامون ریمیکسش منتشر شد. اما ورژنی که شما بهش 78% رأی دادی توی جایگاه 16 ایستاد از آلبوم هوای خونه، ترانه ای به اسم طلوع. وقتی که دل تنگ میشم و همراه تنهایی میرم، این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره، کاش میتونستم بخونم قد هزار تا پنجره. بریم سال 71، آلبوم حکایت، آلبومی که تمام ترانه‌هاش رو مسعود فردمنش نوشت، ملودی و تنظیم همه کارها هم با سیاوش قمیشی بود به غیر از سه تا کار: حکایت، شکایت و پرنده های قفسی که تنظیمشون از زنده یاد آندرانیک بزرگ بود، تنظیم کننده محبوب. ترانه‌ای که جز ماندگارترین آثار اجرا شده سیاوش قمیشی بود بدون شک هنوز هم هست. تصویرسازی بی‌نظیر مسعود فردمنش، ملودی جادویی سیاوش قمیشی و تنظیم همیشه ماندگار آندرانیک. با 79% رأی موافق شما در جایگاه 15 میرسیم به پرنده های قفسی. پرنده های قفسی عادت دارن به بی کسی. این بار بریم سال 84، آلبوم روزهای بی خاطر، آلبومی که کارهای زیبایی درش منتشر شد. تنظیم همه کارهای آلبوم با النجی بود، آهنگساز همه کارها مثل همیشه سیاوش قمیشی و ترانه ها از فروغ دانش، یغما گلرویی، رضا زارعی و احسان یاورانی بود که سهم یغما گلرویی از همه بیشتر بود توی این آلبوم. سه تا ترانه داشت: پنجره، تصور کن و یاد من باش. شما با 79% رأی موافق در جایگاه 14 به تصور کن رأی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته. حیفه که بخوایم به همین سادگی از کنار تصور کن بگذاریم. دوست دارم یه مقدار در موردش صحبت بکنم. بیا موزیک تأثیرگذار در زمان خودش و هنوز هم هست. مضمون اجتماعی سیاسی داشت، صحبت میکرد از صلح، از آرامش جهانی، از دنیای بدون جنگ و به زیباترین شکل این کلمات رو یغماگولرویی در کنار همدیگه قرار داده بود. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخت، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخت، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب همصدایی ها پلیس ضد شورش نیست، کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم دیگه، سهم هر انسان تن هر دونه گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا. هنوز هم این ترانه زنده است و فکر نمی کنم هیچ وقت قدیم بشه. هرچند سیاوش قمیشی متهم شده بود به اینکه این کار رو از ایمجین جان لنون یا همون تصور کن جان لنون کپی کرده. اگر هم سیاوش قمیشی از این کار ایده گرفته باشه، کاملا درسته، نمیشه اسمش رو کپی گذاشت. به این میگن ایده گرفتن با کپی کردن خیلی فرق میکنه. هرچند که جان لنون هم توی تصور کن همین فضا رو داره ترسیم میکنه، همین ایده ها رو داره میگه. تصور کن بهشت و جهنمی نیست، بالای سر همه دنیا یک آسمونه، مرز، هیچ مرزی، هیچ کشوری وجود نداره، هیچ دلیلی برای کشتن انسان ها نیست، هیچ حسرتی برای انسان ها وجود نداره. و به نظرم اگر جز 1% از کسایی هستید که تصور کن با اجرای سیاوش قمیشی رو گوش ندادید، حتما این کار رو با چشمای بسته بشنوید و تا
تمام قد لذت ببرید ازش. بریم سال 92، آهنگی که سیاوش قمیشی ساخت و هواداراش رو به شدت متعجب کرد. برای اولین بار بود که سیاوش قمیشی در کنار خواننده دیگه یک آهنگ دو صدایی منتشر کرد. مطمئنم میدونید کدوم آهنگ، فضیات آب و تاب علکی بهش نمیدم. ترانه‌ای که صفا لطفی نوشت، ملودیش رو سیاوش قمیشی ساخت و خشایار تنظیم کرد. دو صدایی با موین اجرا کردن و بسیار هم شنیده شد و بازخورد مثبتی داشت. اگر هم اشتباه نکنم فریبرز لاچینی این کارو با پیانو زده بود تو آلبوم بوی دیروز شماره 31 منتشر کرده بود. توی لیست بهترین های سیاوش قمیشی هم به انتخاب شما پرنده با 81% رأی موافق 13 شد. میشه پرنده باشی اما رها نباشی. پرنده هم از اون کارهاست که تصویرسازی خیلی خوبی در ترانه داره. صفا لطفی ترانه دیگه هم با سیاوش قمیشی همکاری کرده بود به اسم بیخیالی توی آلبوم یادگاری. من اونو زیاد دوست نداشتم ولی ترانه پرنده نشون داد صفا لطفی خیلی پخته تر شده نسبت به بیخیالی. ترانه بعدی داستانهای زیادی رو پشت سر گذاشته. ترانه بوده بر اساس یک داستان واقعی که سیاوش قمیشی بر اساس اون داستان ملودی رو میسازه. سعید دبیری ترانهش رو نوشته و عماد رام هم در ایران اجرا کرده بود. گوگوش میگفت که من فکر میکردم آهنگساز این کار عماد رام بوده. اینجا متوجه شدم که قمیشی ساخته. ابی هم میگفت من اولین بار این کار رو با صدای عماد رام شنیدم. اما عارف یک داستانی تعریف کرد که در نهایت مشخص شد این ملودی رو سیاوش قمیشی ساخته. هیچ سند مهر و موم شده ای وجود نداره برای اینکه ما بفهمیم قضیه چیه، ولی میتونیم به این شواهد استناد بکنیم که کار از سیاوش قمیشی، کاری که اولین بار سیاوش قمیشی تنظیم کرد و توی آلبوم غیر رسمی عروسک منتشر کرد. بعد از اون توی آلبوم فرنگیس و خواب بارون زده با تنظیم ناصر چشمازر پخشش کرد. ترانه‌ای که باعث معروفیت خود سیاوش قمیشی هم شد ناخواسته، کاری که 82% رأی بهش دادید و توی جایگاه 12 بهترین های سیاوش قمیشی قرار گرفت. میخونم که دیگه فرنگیس. بریم سراغ ترانه بعدی. ترانه‌ای که اردلان سرفراز نوشت، سیاوش قمیشی آهنگسازی کرد و سال 54 با تنظیم آندرانیک برای اولین بار عارف اجرا کرد. اما سال 72 توی آلبوم تکرار نشدنی تاک این آهنگ با تنظیم ایمان فروتن و صدای خود سیاوش قمیشی منتشر شد. ترانه‌ای که با 83% رأی شما جایگاه 11 رو گرفت، باغ بارون زده است. من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم. در ادامه روند موفقیت مثلث طلایی یغما گلرویی، سیاوش قمیشی و اروین خاچیکیان بازم برمیگردیم به سال 83، آلبوم فوق‌العاده شنیدنی بی سرزمین تر از باد. بازم یه اثر جادویی در کلام، تنظیمی که کاملا غربی بود و باعث شد لقب پایه‌گذار موسیقی ترنس رو به سیاوش قمیشی بدن. با 84% رأی موافق شما در جایگاه 10 میرسیم به، بذارید بخونمش، صورت عکس تو آلبوم خیسه، دوباره خاطرت رو بوسیدم. این سوال بی جواب و از خودم تا حالا 1000 پرسیدم. با کدوم ترانه بازجون میگیره نبض اون حنجره فیروزه؟ میدونم بدون تو فردای من رنگ خاکستری دیروز. بریم سال 1371، آلبوم حکایت، آلبومی که اولین تصمیم جدی سیاوش قمیشی برای خوانندگی بود. بسیار هم موفق بود این آلبوم. باز هم ترانه‌ای که مسعود فردمنش نوشت، سیاوش قمیشی ملودیش رو ساخت و آندرانیک بزرگ تنظیم کرد. اگه یادتون باشه توی جایگاه 15 پرنده‌های قفسی رو داشتیم از آلبوم حکایت و توی جایگاه 9 با 85% رأی موافق شما میرسیم به حکایت. با تو حکایتی دگر این دل ما به سر کنم. این بار بریم سال 1387، آلبوم رگبار، آلبومی که تولیدش 3 طول کشید اما نظر طرفدارای قمیشی رو
جلب نکرد. البته خب حق هم داشتم، بعد از آلبوم نقاب و بی سرزمین تر از باد توقع شنونده های سیاوش قمیشی خیلی بالا رفته بود و به نظر من انتظار بی جایی هم نبود. اما خب اعتقاد دارم رگبار به لحاظ فنی به حق خودش نرسید. کارهای خوبی توی این آلبوم منتشر شد که یکی از این کارها ترانه احسان یاورانی بود، تنظیم رامون و ملودی و اجرای خود سیاوش قمیشی. شما 85% رأی موافق بهش دادید و توی جایگاه هشتم ایستاد ترانه‌ای به اسم پرنده مهاجر. ای پرنده مهاجر سفرت سلامت. اما به نظرم دیگه وقتش بود. سال 1381 آلبوم نقاب باز هم یک اثر جادویی از مثلث برنده یغما سیاوش اروین که البته اولین همکاری این مثلث بود، ترانه اجتماعی که از روز انتشارش تا الان جز بهترین های موسیقی پاپ ایرانه. نیازی به معرفی نداره، فقط بگم 85% رأی موافق بهش دادید و در جایگاه هفتم قرار گرفت ترانه به اسم نقاب. ای بازیگر گریه نکن ما هممون مثل همین. دوباره برگردیم به آلبوم رگبار سال 1387. این بارم یک عاشقانه که کلامش از یغما گلرویی بود و ملودی شنیدنی سیاوش قمیشی در کنار تنظیم خلوت و زیبای رامون. ملودی که سیاوش قمیشی توی اتاقش زمانی که پنجره اتاق باز بود و بارون میبارید بسیار عاشقانه و دلنشین ساخت. 87% رأی بهش دادید و در جایگاه ششم قرار گرفت. تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد. این بار سر بزنیم به آلبوم فوق‌العاده شنیدنی و زیبای شکوفه‌های کویری که سال 79 منتشر شد. آلبومی که سیاوش قمیشی از استیو مک‌کرام به عنوان تنظیم کننده استفاده کرد. تنظیم کننده مورد علاقه اکثر هواداری سیاوش قمیشی استیو مک‌کرامیه که از آلبوم قصه گل و تگک سال 73 کنار سیاوش قمیشی بود. توی آلبوم‌های شهر خورشید، هوای خونه، قصه امیر، قاب شیشه‌ای و شکوفه‌های کویری این همکاری ادامه داشت. بعد از اونم کنار سیاوش قمیشی دو تا آلبوم درخشان ستاره‌های سربی و شب نیلوفری رو برای ایبی تولید کردن و این همکاری سال 82 تموم شد. اونقدی هم کار ماندگار داشتن کنار هم که از 5 کار آخر بهترین های سیاوش قمیشی 3 تاش تنظیم استیو مک‌کرام باشه. ترانه منوچهر پویا، ملودی سیاوش قمیشی و تنظیم استیو مک‌کرام 87% رأی موافق از شما گرفت. شماره 5. تو که بارون رو ندیدی گل ابر رو نچیدی. دوباره بریم سال 83، آلبوم بی سرزمین تر از باد، آلبومی که از 7 ترانه‌ای که درش منتشر شد 4 تاش به انتخاب شما توی این لیست بود. اصل بانو 20ام شد، لعنت 17ام شد، بی سرزمین تر از باد 10ام شد. اما چهارمین کاری که باز هم مثلث طلایی یغما گلرویی، سیاوش قمیشی و اروین خاشیکیان تولید کردن توی بی سرزمین تر از باد، باز هم 87% رأی آورد و به انتخاب شما چهارم شد. ترانه‌ای به اسم پرسه. بارون رو دوست دارم هنوز چون تو رو یادم میاره. رسیدیم به 3 ترانه برتر کارنامه هنری سیاوش قمیشی از دیدگاه مخاطبین رسانه موزیکلند. به نظرتون کدوم ترانه واسطه اول شدن؟ بدون اینکه تقلب بکنی همین الان تو کامنت ها بنویس. ترانه یادگاری از آلبوم یادگاری 19ام شد توی این لیست و دوباره باید بریم به سال 89، آلبوم یادگاری. این بار هم یه ترانه استثنایی از ترانه سرایی در ایران، یک عاشقانه که خیلی دلنشین بود. اولین و آخرین، تا الان آخرین همکاری مشترکش با سیاوش قمیشی بوده، افشین مقدم. اگر بخوام یکی دو خط در مورد افشین مقدم صحبت بکنم، باید بگم یکی از ترانه سراهای مورد علاقه منه. کلام متفکر ترانش رو خیلی دوست دارم. افشین مقدم آویزون مارکت نی، با مارکت همراه نمیشه، مارکت رو با خودش همراه میکنه. هنرمندی موفقه که نگاه نکنه چی توی مارکت مد شده، منم برم به همون سمتی. کار خودش رو درست انجام بده و شنونده رو مجبور بکنه با کار درست که کارش رو بشنم. به نظر من افشین مقدم از همون دست هنرمندهای سالمه. اسم افشین مقدم که اومد نیازی به توضیح اضافه
نداره. آهنگساز این کار خود سیاوش قمیشی بود و جالبه بدونید این کار 7 بار هم تنظیم شد و بالاخره با تنظیم خشایار که مورد تایید سیاوش قمیشی بود کار منتشر شد. 90% رای بهش دادید و توی این لیست سوم شد جادویی به نام علکی. من فقط عاشق اینم حرف قلب تو بدونم علکی بگم. من فقط عاشق اینم وقتی از همه کلافم بشینم یه گوشه دنج موهای تو رو ببافم. عاشق اون لحظه هم که پشت پنجره بشینم حواست به من نباشه دزدکی تو رو ببینم. علکی علکی زیبا نیست، کاریه که خط به خطش پر از لحظه طلاییه. بریم سال 79 آلبوم شکوفای کویری، ترانه امیر فرخ تجلی، ملودی سیاوش قمیشی و تنظیم استیو مکرام، ترانه‌ای که دوم شد با 93% رأی شما. اسمش هست زیر رگبار نگاهت دلم انگار زیر و رو شد برای و در نهایت رسیدیم به شماره 1 سال 73 آلبوم قصه گل و تگرگ، ترانه پاکسیما، ملودی خود سیاوش قمیشی و تنظیم استیو مکرام. جالب این ترانه قبل از انتشارش توی کنسرت کن دو صدایی اجرا شد سال 94 که قبل از اینکه اصلا بیرون بیاد کار فیلم کنسرتش اومده بود بیرون، دست به دست میده مردم میشه، خود سیاوش و ابی هم خبر نداشتن، خودشون خبر نداشتن. یکی دو ماه بعد از اینکه فیلم اومد بیرون توی آلبوم منتشر شد و اولین کار منفجر شد. خیلی قاطع بهش رای دادید، 96% رای آورد و اول شد ترانه غروب. چشمای منتظر به پیچ جاده دلهوره ها. این هم از 20 ترانه برتر سیاوش قمیشی به انتخاب و رأی شما. برامون بنویسید شما دوست داشتید که کدوم کارها توی این لیست باشن ولی نبودن. خودم شخصا خیلی دوست داشتم، یعنی جای خالی چه دردی است، قاب شیشه‌ای، گره کور، فاصله، واقعا جاشون خالی بود توی این لیست. چجوری بهشون رأی ندادید؟ نگی درست کن آقای درسته، هم مسئولی قایش میکنم بیاد دهشت مجاز تبامیده. من میگم منو شکستن، چشم فانوسم و بستن، تو میگی خدا بزرگ ماه امیده به شب من. چه دردیست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن. برای دیگران چون کوه بودن ولی در چشم خود آرام شکستن. اصلا ملودی این کار شروع میشه دیوانه میکنه آدم هم. پا یه کلاس چگونه خوش سلیقه باشیم واسه تون بذارم. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید. سابسکرایب، زنگوله، کامنت فینگلیش اینا رو فراموش نکنید. اول پول، دوم سلامتی، سوم آبرو واسه تون آرزو میکنم. تا یه قسمت دیگه در رسانه موزیکلند، خدا نگهدار.